روز جهانی ایدز مصادف با اول دسامبر است. سازمان ملل برای مبارزه با ایدز خواستار دسترسی همه مردم جهان به تست HIV شده است. بیماری ایدز یا HIV یکی از معضلاتی است که در سطح جهان دامنگیر بسیاری از جوامع گردیده است. جوانان اغلب از این مرض کشنده و آثار مخرب آن بیخبرند و تعداد کمی از آنان اطلاعات اندکی در این مورد دارند. ایدز یک مرض بسیار کشنده است، یک مرضی است که همه درباره از او میفهمند که ایدز یعنی چی. از باعث یک ویروس با وجود میاد که HIV دیگه. ما در قسمت جلسه خود باید کوشا باشیم که به این مریضی دچار نشیم. بله، یک مریضی است که عاملش ویروس می باشد دیگه، از مقاربت ها با وجود نه دیگه، و تداوی بعد از اینکه ویروس وارد بدن میشه سه مرحله رو در بر میگیره. مرحله اولش حاد است، باز متوسط میشه و باز شدید. در مرحله اول که وارد شد مانند یک انفلونزا وری می باشه، خیلی خطرناک است دیگه. تداوی 100% نداره ولی میتونه وقایع شوه. ایدز یک ویروس کشنده است و ویروسی است که در تمام جهان پخش شده. ایدز یک ویروس خطرناک است که توسط مراعات نکردن حفظ الصحه و روابط نامشروع به وجود میاد و بسیار یک ویروس خطرناک و کشنده است. در بسیاری از موارد رفتارهای غلط انسان ها باعث به وجود آمدن عوارض و برهم خوردن اکوسیستم یا چرخه منظم محیط و طبیعت گردیده است، و این رفتارهای نادرست همچون مقاربت‌های جنسی و همجنسگرایی باعث بروز بیماری‌های جدید چون ویروس ایدز گردیده است. ایدز یا Acquired Immunodeficiency Syndrome یک نقیصه یا یک مشکل اکتسابی یا کسبی هست. در کدام قسمت؟ در قسمت سیستم دفاعی بدن. یعنی وقتی که ما کلمه ایدز بیان میکنیم به معنای ازی است که این ویروس در بدن انسان دچار نقیصه سیستم دفاعی بدن انسان میشه. و البته ای از دوران مادرزادی نبوده، یعنی شخصی از دوران طفولیت یا از بطن مادر با خود نداشته، ولی در جریان زمان حیات خود را کسب میکنن. به این لحاظی را نامیدن که Acquired Immunodeficiency Syndrome یاد میکنن. زمانی که این داخل عضویت انسان ها می شود، فوکس اصلی ویروس مستقیما بالای سیستم دفاعی بدن انسان می باشد. به چی منظور؟ یعنی سیستم دفاعی بدن انسان مختل می سازه، از کار می اندازه. اینجاست که زمینه را برای یک تعداد انتانات فرصت طلبه که در عضویت می باشه، یا انتانات ویروس های دیگری که میتونیم اون را به شکل کسبی کسب بکنیم، زمینه برای فعالیت از اونا در بدن مساعد میشه. و این زمانی است که بدن چون از خود فعالیت یا سیستم دفاعی فعال نداشته، سبب میشه که نز انسان بیماری به نام ایدز به وجود بیایه. بیماری ایدز یک بیماری ساری و واگیر هست. ما بیماری ساری زیاد داریم که یک از اونا میتونه ایدز باشه، که ایدز یک ویروس خیلی خطرناک هست. و علت پیدایشش در سال 1981 دکتران آمریکایی با بعضی از بیمارای برخورد کردند که بیماری ها مبتلا به عفونت های متعدد می شدند. چون قبلا هم از این عفونت ها وجود داشت، ولی عفونت هایی که در این امراض جدید پیدا شد خیلی متعدد بود و یا به صورت ارثی یا به صورت اکتسابی دچار ضعف سیستم بدنی می شد. و تا تاریخچه‌ای که ما خبر داریم بیشتری در یک از جزیره هایی که سربازان آمریکایی در اونجا بودن و مدت ها از خانه و فامیل خود دور بودن، شاید 6 ماه یک سال، و این مرض بیشتر به این افراد مشاهده شد. وقتی اینا تحقیقات کردند که در امراض دیگه هم قبلا همین موارد به وجود می آمد، همین عفونت ها بود، همین علائم برش وجود داشت، منتهی پیشرفته تر و شدیدتر از این بود، دنبالی گشتن تا اینو پیدا بکنن که چی هست. و تاریخچه‌ای داره که در زمانی که پیدا کردن دیدن که در نامش ایدز گذاشتن. بیماری ایدز یک بیماری خاموش است و امکان دارد مدت‌های زیادی یک شخص به این بیماری مصاب شده اما آثار و علائم آن آشکار نگردد.
که این میطلبد راه‌های درست و دقیقی برای تشخیص این مرض در افراد مبتلا تبیین گردد. خب در قسمت شناخت بیماران ایدز باید گفت که چون نمو قسمی که ما یاد کردیم که بیماری ایدز سیستم دفاعی بدن انسان از بین میبره، ما میتونیم به صورت تصادفی یا به شکل ازی که ما نزد مریض آزمایش انجام میتیم تشخیص میشه که شخص مصابه ایدز شده. در قسمت آزمایشات که کسانی که ما میخواییم یا مشکوک هستند ما پیش ما که باید رو انجام بدیم، ابتدا اول کسایی هستند که اونا خودشان داوطلب میباشند، نظر به ای که اونا سابقه کاری که در جای مشکوک بودن خودشان میخواین دوچار آزمایش شوند که اونا خود آزمایش بکنن، یا کسایی که خون اهدا میکنن ما باید آزمایش ایدز نزد اونها انجام بدیم. دیگه کسایی که یک عضو و کسی اهدا میکنن پیشی دست افراد ای آزمایشات انجام صورت بگیره. دیگه آنجیوگرافی، موارد زیادی است که ما میتونیم در قسمت مشکوک بودن و تست انجام بدیم تا شک ما برطرف شده. معمولا کسایی که به ایدز مبتلا میشن تا زمانی که خودشان آگاهی نداره به عنوان یک مرض ناشناخته بر ازوا به وجود میه. مثلا ضعف و کسالت خیلی شدید دارن و معمولا گوشگیر میشن، لاغر میشن، بی اشتها میشن و بی میلی برشان به وجود میه و علائم خیلی زیادی دیگر داره. و با زمانی که اینا متوجه میشن که واقعا اینا به مرض ایدز مبتلا هست، چون مرض ایدز یک مرض خطرناک است، اینا از نظر روحی روانی شاید امی علائم بر شما گفتم شاید تشدید بیشتر پیدا بکنه و به می حالت دوچار میشن و سعی میکنه خود پوت پنهان بکنن از جامعه. معمولا آشکار شدن آثار علائم بیماری ایدز بین 2 تا 6 هفته را در بر میگیرد. حدود 60% از افرادی که ویروس ایدز وارد بدن از اونها میشه و پس از یک دوره 2 الی 6 هفته را در بر میگیره که همین دوره را به نام دوره 9 هفته گفته میشه. بعد از این دوره عفونت های یا امو اعراض اولیه از بیماری ایدز در نزد شخص به وجود میاد. در شرایط کنونی که انتقال ویروس ایدز می تواند به آسانی از شخصی به شخص و یا اشخاص دیگر منتقل شود و باعث افزایش آمار مبتلایان به این ویروس شود، نیاز بر این است که روش‌های دقیقی برای تشخیص این بیماری وجود داشته باشد. در قسمت تشخیص ویروس HIV باید گفت که نظر به دیگر امراض مثل یا ویروس های دیگری یک سلسله تست های وجود داره که از جمله ما میتونیم نام ببریم از تست الیزا، که در تست الیزا ما میتونیم یک شخصی که مصاب است به ای و نظر به مو میاد دوره ای که وارد بدن شده میتونی تست مثبت بودن خود نشان بده. البته در قسمت 3 هفته اگر گذشته باشه که یک شخصی که مصاب به ای ویروس شده یا ویروس داخل عضوی تزینا شده، بعد از 3 هفته تقریبا 50% تست ما نظر به می شخص ما میتونیم بگیم که مثبت هست. و در صورت که 6 هفته از دخول اولین بار از ویروس در داخل عضویت گذشته باشه، حدود 90% این تست برای ما ثابت می سازه که شخص دچار ایدز شده. در صورت مثبت بودن ما میتونیم بار سوم هم تکرار بکنیم، اما خوب است که یک تست دیگر به نام وسترن بلود یاد میشه که این تست برای ما قطعی میسازه که شخص 100% مصاب ایدز شده و وقایه در نظر اونها باید انجام بگیره. همیشه وقایه و پیشگیری از این ویروس خطرناک آسانتر از تداوی آن است. دین مقدس اسلام نیز بر این روند تأکید کرده است و همواره مسلمانان و جوامع را از اعمال ناشایست منع کرده و هشدار داده است. شکر، الحمدلله، شکر ما مسلمان هستیم و اسلام هم درباره ایدز یا درباره امراض مختلف در احادیث و قرآن عظیم شان بیان کرده است که باید ما از روابط نامشروع جلوگیری کنیم، چون که باعث امراض میگردد و همچنان بسیار گناه بزرگ است که گناه کبیره میباشد. خب در نظر دین اسلام همون قسمه که
اسلام برای ما اجازه نداده که اعمال ناشایسته و خلاف عمل انسانی و اسلامی را انجام بدیم. مثل شیوع امراض ایدز و دیگه بیماری ها در جامعه وجود داره، اسلام که منع کرده خالی از حکمت نبوده که برای همه ما شما این وعده است. باید حفظ صحه خود را مراعات کنه و اسلام نظافت جزء از ایمان دانسته که به خاطر که بتواند همه مسلمان ها را نجات بده و روابط نامشروع حرام دانسته، از خاطر هم است که هیچ از امت اسلامی نباید در خطر قرار بگیره. جالب است که شما در تحقیقاتی که شده معمولا در بین امریکایی ها و کشورهای غیر مسلمان این امراض خیلی زیادتر هست. چرا پیامبر بزرگ اسلام در رابطه با این امراض خطرناک زمانی خود از پیامبر ظهور کرده بود پیشگویی هایی کرده بود؟ مثلا پیامبر فرموده بود در قومی که زنا رواج باشه تا اون و بیماری هایی که در گذشتگان آنها نبوده دچار خواهند شد. تا اون زمان یک مرض خیلی خطرناک بوده و ایدز خطرناک تر است، یک اشاره برش شده که یعنی چون در گذشتگان تانی نبود و میشن، که باز آیه بر اومده که میگه ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، یعنی در خود آیه 32 مبارک سوره اسراء است که کلا من کرده از این و دوباره توصیه شده میگه وان که هل ایامی منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، میگه مردان بی زنتانه، زنان بی شوهرتانه و بندگان صالح خدا به نکاح در آورید. دلیل نکاح چی است؟ یعنی کار غیر شرعی انجام نتین. چرا؟ کار غیر شرعی خودش باعث مبتلا شدن به امراض ساری و امراض خطرناک میشه. و باز هم میگه حتی اگر مردم فقیر هم باشن خداوند از فضل خودش آنها را کمک میکنه و بی نیاز میسازه. شما فعلا آماری که فعلا موجود در دنیا بیش از 37 تا 38 تا 40 میلیون نفر فعلا ما در دنیا موجود هستند که انتقال ایدز از رای مقاربت جنسی برای با وجود آمده و شایدترش این است که در اسلام شایدن را من کرده و علتش میتونه همین هم باشه. عدم اطلاع دقیق از آثار و علائم بیماری ایدز همیشه مشکل آفرین بوده است و این خود باعث انتشار این ویروس در بین جامعه شده و آثار متعدد جسمی و اجتماعی را در بر داشته است. خب همین قسمی که ما در لابلای سخن یاد کردیم که ایدز خودش یک ویروسی است که سیستم دفاعی بدن از کار و فعالیت مندازه، بنان لازم است که ما به خاطر جلوگیری از مداخله دیگر انتانات و ویروس ها باید در مقابل از اونها یک پیشگیری داشته باشیم، که البته پیشگیری میتونیم به قسمی واکسیناسیون که واکسین های مثل زردیسیا، مثلا سرخکان و یا امراض دیگه ای که وجود داره در زمان ما نزد شخص واکسیناسیونشان مکمل انجام بدیم تا بتانیم شخص از مبتلا شدن به انتانات ثانوی یا ویروس هایی که فرصت طلب هستند نجات بدیم. طبعا وقتی که یک مرض خودش واگیر باشه، واگیر یعنی به اصطلاح میتونه سرایت بکنه از یک شخص به شخص دیگه. اگر ما در یک جامعه افراد داشته باشند به این مرض مبتلا باشه، طبعا در این جامعه زندگی میکنن و امکان داره که تاثیرات مثبت خود تاثیرات منفی خود ببخشن بر روح جامعه بگذارن. به عنوان مثال همین فردی که مبتلا به مرض ایدز است میخواد ازدواج بکنه، در حالی که طرفش خبر نداره. وقتی که طرفش خبر نداشته باشه، وقتی که با طرف ازدواج میکنه ولو شرعی هم باشه، خب طرف مقابلش هم طبعا دچار بیماری میشه و طرف مقابل که دچار بیماری شد میتونه فرزندش هم شه. احتمال داره مثلا همین فرد در یک جایی بخواد مثلا خون اهدا بکنه، احتمال داره یک عضو خود اهدا بکنه، احتمال دارد بالاخره چون یک انسان است و در جامعه زندگی میکنه و ارتباطش با دیگر انسان ها هست، احتمال به اصطلاح سرایتش از یک شخص به شخص دیگر میتونه باشه و طبعا جامعه را آلوده میسازه.